با عرض سلام، مهسا خانپور هستم. با هم اخبار امروز یک شنبه 13 اسفند ماه 1402 هجری شمسی برابر با 3 مارچ 2024 میلادی را مرور و بررسی می‌کنیم. انتخابات مجلس در 15 استان به دور دوم می‌رود. ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج شمارش آرای 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره خبرگان رهبری را در 198 حوزه از 208 حوزه انتخابی اعلام کرد و بر اساس آن انتخابات مجلس در 21 حوزه انتخابی از 15 استان به دور دوم کشیده شده است. به گفته خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی، از 5000 صندوق اخص رای در استان تهران تا کنون آرای 4000 صندوق شمارش شده و بر اساس آن بخش قابل توجهی از نامزدهای منتخب در تهران به مرحله دوم می روند. حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجموعاً 30 کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد و پیروزی هر نامزد در مرحله اول مستلزم کسب 20% آرا است. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 نیز که با پیروزی ابراهیم رئیسی به پایان رسید، آرای باطله در کل کشور بعد از او مقام دوم را بالاتر از سایر نامزدها کسب کرده بود. در غیاب آمار رسمی از سوی وزارت کشور، رسانه‌های حکومتی به طور هماهنگ از مشارکت نزدیک به 41% در انتخابات 11 اسفند خبر دادند و نوشتند 25 میلیون نفر از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. واجدان شرایط در کل کشور بیش از 61 میلیون نفر اعلام شده بود. به دلیل سانسور مطبوعات و رسانه‌ها و فقدان ناظران مستقل در جریان انتخابات در ایران، راستی آزمایی آمار شرکت کنندگان در این انتخابات نیز همچون انتخابات گذشته میسر نیست. اسرائیل چهارچوب توافق مربوط به آتش بس را پذیرفته است. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش دادند که اسرائیل چهارچوب توافق پیشنهادی درباره آتش بس و آزادی گروگان‌ها را پذیرفته و اکنون نوبت حماس است. به گزارش خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس، یک مقام ارشد دولت جو بایدن شامگاه شنبه 12 اسفند به خبرنگاران گفت که اسرائیلی‌ها چهارچوب پیشنهادی آتش بس 6 هفته‌ای در غزه را به طور کلی پذیرفته‌اند. بر اساس پیشنویس توافقی که کشورهای میانجی به دو طرف پیشنهاد کردند، در مرحله اول 6 هفته آتش بس برقرار می شود و طی این مدت آسیب پذیرترین گروگان ها از جمله زنان، سالمندان و مجروحان و همچنین شماری از زندانیان فلسطینی آزاد می شوند و ارسال کمک های امدادی به غزه افزایش می یابد. نتانیاهو در نشست خبری اخیر خود گفته بود انتخابات زود هنگام به مفهوم پیروزی حماس در جنگ خواهد بود. هزاران اسرائیلی شنبه شب در تل آویو و شمار دیگری از شهرهای این کشور علیه دولت بنیامین نتانیاهو تظاهرات کرده و بر کناری او را خواستار شدند. تظاهرات مخالفان با دولت پس از حدود 5 ماه وقفه از سر گرفته شد. سیلاب در سیستان و بلوچستان 400 سرریز شد. با وجود گذشت چندین روز از جاری شدن سیلاب‌ها در جنوب سیستان و بلوچستان، منابع بلوچ از تداوم آب گرفتگی خانه‌ها و مسدود بودن برخی راه‌ها خبر دادند. محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، خبر می‌دهد که تاکنون 1947 روستا درگیر سیلاب و خسارت شده‌اند که چابهار با 480 و نیکشهر با 330 روستا بیشترین میزان درگیری را داشتند. کمپین فعالین بلوچ نیز با اشاره به پیشبینی هواشناسی درباره سرما و بارش‌های جدید از روز سه‌شنبه هشدار داد که سیلزدگان نیاز فوری و ضروری به وسایل گرمایشی دارند. در روزهای گذشته برخی رسانه‌های بلوچ از عدم کمک رسانی دولتی به سیلزدگان و تمرکز حکومتی بر انتخابات انتقاد کرده بود. با این حال روز شنبه معاون اول ابراهیم رئیسی با استاندار سیستان و بلوچستان تلفنی گفتگو کرد و وزیر کشور نیز راهی این استان شد. مرگ امامی کاشانی، روحانی پرنفوذ متهم به فساد بدون پاسخگویی و مجازات.
مرگ محمد امامی کاشانی، نماینده مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران، در 92 سالگی و بدون هیچ پاسخگویی درباره پروندهای فساد مالی که علیه او مطرح بود، نمونه ای از مصونیت از مجازات روحانیون و چهره های متهم به فساد مالی در جمهوری اسلامی است. امامی کاشانی پرونده های فساد خود را مخفی نگه داشت، اما میل شدید خود به قدرت را نمی توانست مخفی نگه دارد. او تا روز آخر زندگیش در تلاش برای حفظ مقام های حکومتی خود بود و قصد داشت بار دیگر نامزد انتخابات خبرگان رهبری شود. با این حال پس از ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان، به دلیل آنچه شرایط جسمانی او عنوان شد، از این نامزدی کنارگیری کرد. امامی کاشانی که سالهایی که مناسب مختلف و تریبون‌های گوناگون به ویژه تریبون نماز جمعه تهران را در اختیار داشت، مواضع تندی را در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی اتخاذ کرد. او در سال 1394 وقتی نیروهای حکومتی به سفارت عربستان سعودی در تهران حمله کردند، گفت جنایات منطقه با برنامه ریزی اسرائیل، حمایت آمریکا و پولهای عربستان انجام می شود. او آنچه را جنایت آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله نمر خواند نیز محکوم کرد. امامی کاشانی از مدافعان سرسخت خامنه ای بود و هر گونه انتقاد از او را رد می کرد. قطع دارویی بیماران SMI، 10 کودک مبتلا طی یک ماه جان باختند. انجمن دیستروفی ایران اعلام کرد که طی یک ماه 10 کودک مبتلا به بیماری SMI به دلیل قطع دارو جان خود را از دست دادند. بیماری SMI یا تحلیل ماهیچه‌های ستون فقرات که زیر مجموعه بیماری دیستروفی به شمار می رود، یک بیماری نادر است که با اختلال ماهیچه‌ای عصبی همراه است و در ادامه اندام‌های حرکتی و تنفسی بیمار را درگیر می‌کند. اسپینرازا تنها داروی معتبری است که تاکنون در کند کردن روند این بیماری اثر داشته است. مدیر عامل انجمن دیستروفی پیشتر گفته بود که به دلیل قیمت بالای این دارو، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تلاش کرده است که تا به بهانه‌هایی چون اثر بخشی پایین از واردات آن سر باز زنند و به دنبال ارائه داروهای ارزان تر باشند. میریم با هم چند پیام بازرگانی میبینیم و برمیگردیم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. حسین رزاق، فعال سیاسی، به بند 209 وزارت اطلاعات منتقل شد.
حسین رزاق، فعال سیاسی، منتقد جمهوری اسلامی، صبح روز یکشنبه 13 اسفند به بند امنیتی 209 متعلق به وزارت اطلاعات منتقل شد. حسین رزاق قبل از انتقال اعلام کرده بود در صورت منتقل شدن به سلول انفرادی اعتصاب قضا خواهد کرد. حسین رزاق که از مؤسسان اتاق میدان آزادی در شبکه اجتماعی کلاب هاست بود، در روز 14 آذر 1460 در منزل شخصی خود در آمل توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. این فعال رسانه‌ای روز 24 آذر با تودیع وثیقه 2 میلیارد تومانی از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای آمل آزاد شده بود. فرزندان جوادی آملی و مرتضی مطهری به حکم شروین حاجی پور واکنش نشان داده. شروین حاجی پور خواننده و ترانه‌سرای معترض 11 اسفند اعلام کرده بود که از سوی دادگاه انقلاب به مجازات‌های متعددی از جمله خلاصه نویسی از کتاب‌های حقوق زن در اسلام اثر آیت الله مرتضی مطهری و کتاب زن در آینه جمال نوشته آیت الله عبدالله جوادی آملی و انتشار آنها در فضای مجازی محکوم شده است. در واکنش به صدور این حکم، حسین مطهری نوه مرتضی مطهری در پستی که در حساب کاربری خود در اینستاگرام منتشر کرده نوشته است: من کاری در برابر این حکم از دستم بر نمی آید جز اینکه می توانم نوشتن خلاصه دو کتاب را برای آقای حاجی پور به عهده بگیرم تا روزی که خواندن کتاب شهید مطهری مجازات تلقی نشود. مرتضی جوادی آملی نیز در بیانیه صدور این حکم را حرکتی ضد فرهنگی خوانده و گفته است: شناخت دنیای فرهنگ و هنر، علم و دانش و روح و جانی که در این رابطه مصروف می شود کاملا با فضای قضایی با امنیتی متفاوت است و هیچ ربطی با یکدیگر ندارند. وکیل عباس دوریس: دلیل اتهام محاربه موکلم هیچگاه ثابت نشد اما حکم اعدام صادر شد. بنابر اعلام وکیل عباس دوریس، پزشکی قانونی اعلام کرده بود که چکافی که در صورت مقتول وجود داشته حاکی از آن است که از فاصله نزدیکتری به او شلیک شده است و متهم حتی با عینک هم نمیتواند از فاصله نزدیکتر با این دقت شلیک کند. این وکیل دادگستری تاکید کرده که اگر این پرونده حقوقی بود و بر اساس قوانین حقوقی بررسی میشد جای بحث داشت و میشد که حکم اعدام را لغو کرد، اما متاسفانه پرونده سیاسی است. فعالان و نهادهای حقوق بشری همواره دادگاه‌ها در سیستم قضایی جمهوری اسلامی را ناقض حداقل‌های یک دادرسی عادلانه بر مبنای معادهای حقوق بشری می‌دانند و احکام صادر شده را فاقد وجاهد حقوقی ارزیابی می‌کنند. مهداد بختیاری به حبس، ممنوع الخروجی و تبعید محکوم شد. مهداد بختیاری، عموی پویا بختیاری، اعلام کرده که به حبس، ممنوع الخروجی و تبعید محکوم شده است. پویا بختیاری 25 آبان 1398 در جریان اعتراضات به افزایش قیمت بنزین با شلیک نیروهای حکومتی کشته شد. مهداد بختیاری در توییتی که شامگاه شنبه 12 اسفند در حساب کاربری خود در ایکس منتشر کرده گفته است که از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب کرج بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس و برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی، همچنین 2 سال تبعید به شهر کرد محکوم شده است. خانواده دادخواه پویا بختیاری در سالهای گذشته از سوی نهادهای امنیتی و قضایی تحت فشارهای زیادی قرار گرفتند. منوچهر بختیاری پدر او با وجود وضعیت نامناسب جسمانی و مادرش از مدتها پیش در حبس به سر می‌برد. رسانه‌های آمریکایی: اسرائیل چهارچوب توافق پیشنهادی آتش‌بس را پذیرفت. برخی گزارش‌ها از رسانه‌های آمریکایی حاکی از آن است که اسرائیل توافق پیشنهادی آتش‌بس 6 هفته‌ای در غزه را پذیرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس و شبکه خبری CNN جداگانه به نقل از مقام‌های ارشد دولت گزارش دادند که اسرائیل در اثر توافق آتش‌بس را پذیرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد دولت جو بایدن در گزارش خود آورده است: اسرائیل با چارچوب توافق پیشنهادی آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها توافق کرده است و حالا نوبت پاسخ حماس است.
ایالات متحده آمریکا با 3 هواپیمای نظامی اولین کمک شامل بیش از 30,000 وعده غذایی را از طریق آسمان به غزه انجام داد. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته است که این کمک با 3 هواپیمای ترابری 330 صورت گرفت. منابع آمریکایی به شبکه CBS به شریک BBC گفتند که کمک هوایی امروز اولین مورد از موارد اعلام شده توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بود. جو بایدن پس از کشته شدن بیش از 100 نفر در روز پنجشنبه در اطراف کاروان کمک‌های بشردوستانه وعده داد که کمک به غزه را افزایش دهد. دست کم 112 نفر دو روز پیش در اطراف کامیون‌های کمک رسانی جان باختند و بیش از 760 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفت بیش از 700 زخمی و 70 جسد و به بیمارستان شفا منتقل شده. روسیه از حمله اوکراین با 38 پهپاد به شبه جزیره کریمه خبر داد. پس از انتشار گزارش هایی که در رسانه های اجتماعی اوکراین و روسیه مبنی بر وقوع انفجارهای قوی در بندر فئودوسیا، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه تمام 38 پهپادی را که اوکراین در اوایل روز یک شنبه به سمت شبه جزیره کریمه پرتاب کرده بود منهدم کردند. در بیانیه این وزارتخانه به خسارات احتمالی یا تلفات جانی این حملات اشاره‌ای نشده است. پیش از انتشار این بیانیه نیز مقاماتی که از سوی روسیه در کریمه منصوب شدند از ایجاد محدودیت‌هایی در ترافیک جاده‌های نزدیک بندر فئودوسیا خبر داده بودند. آنها همچنین اعلام کردند که ترافیک روی پلی که شبه جزیره کریمه را به سرزمین اصلی روسیه متصل می‌کند برای چند ساعت متوقف شده است. مسکو نیز از ناوگان خود در دریای سیاه برای انجام حملات دوربرد به اوکراین استفاده می‌کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که نیروهایش در کاهش قدرت نظامی مسکو در دریای سیاه موفق بودند و تاکید کرده است که حمایت بیشتر متحدان کیف می‌تواند به پیروزی نهایی کشورش در مقابل روسیه منجر شود. حوثی‌های یمن به غرق کردن کشتی‌های بریتانیایی ادامه خواهیم داد. در پی غرق شدن کشتی روبیمار متعلق به بریتانیا، شبه نظامیان حوثی یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند اعلام کردند که به هدف قرار دادن کشتی‌های بریتانیایی ادامه خواهند داد. حسین العزیزی معاون وزیر خارجه دولت خودخوانده حوثی‌ها روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یمن به غرق کردن کشتی‌های بریتانیایی بیشتری ادامه خواهد داد و هر گونه عواقب یا خسارات دیگر به فهرست مطالبات از بریتانیا اضافه خواهد شد. او افزود که بریتانیا کشور سرکش است که به یمن حمله می‌کند و با آمریکا در حمایت از جنایات جاری علیه غیرنظامیان در غزه شریک است. حوثی‌های یمن با این عنوان که از فلسطینیان غزه حمایت می‌کنند از ماه‌های پیش حملاتی به کشتیرانی تجاری در منطقه دریای سرخ انجام می‌دهند. ارتش آمریکا تاکید کرده که کشتی روبیمار پس از اصابت موشک بالستیک ضد کشتی حوثی‌ها غرق شده است. می‌ریم با هم چند پیام بازرگانی می‌بینیم و برمی‌گردیم. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث.
تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا، شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. ناو ایتالیایی پهپادی را در دریای سرخ سرنگون کرد. وزارت دفاع ایتالیا اعلام کرد که یک ناو شکن نیروی دریایی این کشور یک پهپاد را که در دریای سرخ در حال نزدیک شدن به این ناو بود هدف قرار داده و سرنگون کرده است. وزارت دفاع ایتالیا روز یکشنبه 13 اسفند در بیانیه ای گفت بر اساس اصل دفاع مشروع ناو دویلیو روز شنبه یک پهپاد را در دریای سرخ سرنگون کرد. دریای سرخ منطقه ای است که شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن به کشتی ها در آن حمله می کنند. در بیانیه یاد شده آمده است این پهپاد که ویژگی های مشابهی با پهپاد های مورد استفاده در حملات قبلی داشت در 6 کیلومتری کشتی ایتالیایی قرار داشت و به سمت آن در حال پرواز بود. ایتالیا متحد شده است که فرماندهی نیروی دریایی اتحادیه اروپا را در دریای سرخ بر عهده بگیرد، اما ابتدا پارلمان این کشور باید این اقدام را تصویب کند و روند رسمی آن تا کنون به آهستگی پیش رفته است. شهباز شریف به نخست وزیری پاکستان بازگشت. آقای شریف که یک سیاستمدار شناخته شده بود و رهبر حزب مسلم لیگ شاخ نواز است، برای دومین بار به این مقام باز می‌گردد. او نامزد حزب خود و نیز سیاستمدار مورد توافق از سوی حزب مردم و شمار دیگری از احزاب در مجلس برای احراز پست نخست وزیری بود. در رأی‌گیری داخلی مجلس، آقای شریف از حمایت 201 نفر از نمایندگان برخوردار شد. در حالی که رقیبش عمر ایوب 92 رأی کسب کرد، انتخاب نخست وزیر به رأی 169 تن از 366 کرسی نمایندگان نیاز داشت. دولت جدید باید مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت کمک مالی جدید را از سر بگیرد و با نارضایتی فزاینده مردم از فقر نیز که در سال‌های گذشته حادتر شده مقابله کند. برف و کولاک شدید در کالیفرنیا و نوادا. ساکنان بخش‌هایی از کالیفرنیا و نوادا، آریزونا، یوتا تا غرب کلرادو نیز نسبت به عواقب وزش بادهای شدید، خطر سقوط درختان و اختلال در جریان برق هشدار گرفته بودند. شرایط رانندگی در این مناطق بسیار خطرناک تا غیر ممکن توصیف شده است. به گزارش شبکه CBS، با وجود هشدارها ده ها هزار خانه در دو ایالات نوادا و کالیفرنیا بدون برق ماندند. به دلیل برف سنگین و کاهش جدید، جاده ها و آزاد راه شماره 80 میان شرق و غرب کالیفرنیا مسدود شده و پیست‌های اسکی ایالت تعطیل شده‌اند. گشت بزرگراهی در مرز کالیفرنیا و نوادا احتمال داده کنترل خودروها از دست رفته و کمک رسانی به رانندگان گرفتار مدت زیادی طول بکشد. به پایان بخش امروز خبری می‌رسیم. تا روز دیگر، بدرود.